در ویدیو قبلی گفتیم که چطور ترانه مشهور و محبوب مرا در بین فارسی زبانا پدید اومد این بار بشنوین ماجرای زندگی حسن گل نراقی خواننده این ترانه رو که در هنر موسیقی ایران جاودانه شد سلام به کانال اینجای تهران خوش اومدین از شما دعوت میکنیم که به جمع ما بپیوندین و با ما هم قصه بشین اگه هنوز عضو کانال ما نیستین با سابسکرایب کردنش همراه صمیمی ما باشید و با زدن روی زنگوله از شنیدن روایت های زندگی و آدما با مرور خاطرات تهران و ایران لذت ببرید حسن گل نراقی مردی که قرار بود با فرح دیبا شهبانوی ایران زمین ازدواج کنه اما با خوندن ترانه مرا ببوس مسیر زندگیش به کلی تغییر کرد تا انتها همراه ما باشید تا راوی این داستان باشیم حسن گل نراقی خاننده مشهوریه که با خوندن مرابه بوس به شهرت جاودانه رسید که اسمش نه تنها سر زبون مردم عادی بلکه بزرگای موسیقی افتاد. گل نراقی تاجرزاده بود که از همون دوران کودکی با عتیقه و هنرای اصیل ایرانی آشنا شد و پدرش تو تیمچه حاجب و دوله بروبیایی داشت حسن انقدر پول داشت که احتیاج به کار کردن نداشته باشه و زندگیشو از راه همون عتیق فروشی که بهش علاقه داشت میگذروند. خانواده گل نراقی مذهبی بودن و به خاطر همین حسن گل نراقی نمیتونست علنی قدم تو راه موسیقی بذاره. حتی وقتی تو محافل و دوستاش میخوند یواشکی این کار انجام میداد. از قضا ترانه مرا و حیدر رقابی تو اون روزای سخت برای دختری که بهش علاقه من بود سرود و کم و بیش مورد استقبال قرار گرفت. استاد وفادار کسی بود که برای این شعر ملودی ساخت و بار اول تو فیلمی با صدای خانم پروانه که خانم ژاله اولو بازی میکرد روی شخصیت خانم اولو صداگذاری شد. اونم قسمتی از فیلم که خانم جاله اولو میخواست از دخترش جدا بشه و این ترانه خونده میشد و برای اولین بار از سینما پخش شد اما اونقدر مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه یه روز استاد وفادار دست حسن گلنراقی رو گرفت و بردش رادیو ملی تهران استاد پرویز یا حقی اونجا بود و مجید وفادار به ایشون میگه که بیا برای ما ساز بزن میخوام یه کاری رو اجرا کنیم حسن گل نراقی تا اون روزم نمیدونست که این اتفاق اونو چقدر میتونه همه رو مجذوب کنه پسری که به خاطر صدای خوشش تا قبلش به قرآن خوندنش معروف بود اون روز اصلا قرار نبود حسن چیزی بخونه اما شروع کرد به زمزمه کردن دقیقا همون زمان بود که صداشو ضبط کردن و در کمال ناباوری بعد از ظهر همون روز صدای گل نراغی از رادیوی ملی پخش شد اما بدون اسم که نکنه پدر گل نراغی از این موضوع خبردار بشه به قول استاد شهرام نازری مرا به بوس جادوی خاصی داره و قطعا گل نراقی تو جاودانگیش موثر بود پسر جوون خویستیمایی که هیچ وقت ازدواج نکرد اما تو خاطراتش این ماجرا که مربوط به ازدواجش میشه خیلی جالبه یه روز یکی از دوستای خانوادگیشون به گل نراقی میگه یه دختر خانومی است که هم زیبا و تحصیل کرده است هم خانواده داره زن منم باهاش دوست سمیمیه اسمش فرح دیباست بیا باهاش آشنا شو و ازدواج کن گل نراقیم فارغ از همه جا میگه نه آقا من اصلا نمیخوام ازدواج کنم امان از قسمت قطعا هیچ کدومشون اون روز فکر نمیکردن که همین دختر جوون شهبانوی ایران میشه و همسر شاه کسی که تن به ازدواج با شهبانو نمیده طبیعتا هیچ دختر دیگه هم به چشمش نمیاد و تا آخرین روز زندگیش مجرد میمونه باور کنید یا نه تو تاریخ موسیقی ایران تقریبا هیچ کسی مثل گل نراغی نیست که تنها با خوندن یک ترانه اینجوری مشهور و محبوب بشه اونم نه برای چند سال بلکه این همه سال و شاید تا ابد گل نراقی تا آخرین روزای زندگیش تو هر محفل و بزمی به درخواست مهمونا مرا به بوس و میخوند و همه لذت میبردن جان باید تا اینکه سال 1372 تو سن 71 سالگی چشم از این دنیا بست روز خاک سپاری جمعیتی از هنرمندای کشور با خوندن مرا ببوس حسن گل نراقی و به خاک سپردن و به خاطر از دست دادنش اشک ریختن روانش شاد و یادش گرامی اگر از این دست قصه ها لذت میبرین و براتون جذابه لطفا و حتما ما رو به دوستانتون پیشنهاد بدید و با ارسال لینک ویدیوها به شنیده شدن این قصه ها کمک کنید همچنین میتونید پیشنهادای خودتون رو با ما تو قسمت کامنت ها در میون بذارید تا به قصه مورد علاقه شما بپردازیم یادتون باشه که با زدن روی زنگوله و سابسکراب کردن میتونید از بقیه قصه ها خبردار بشین.